وقتی که رخ تنها میشه و دیگه هیچ مهره نیست که کمکش کنه، وقتی که همه امیدشو برای پیروزی از دست داده و خسته شده، آخرین راه حل رو انتخاب میکنه، خودشو نابود میکنه تا بازی مساوی بشه. اینقدر از خونه به خونه دیگه میره تا بالاخره توی خونه بهش تیر خلاص میزنه. توی شطرنج به این وضعیت میگن رخ فداکار. یه اسم دیگه ای هم داره که من اون اسمو بیشتر دوست دارم. اسم من پیروزه. بیشتر وقتم و پشت کامپیوتر و تو چتروما و پیج گروه ها و وایبر میگذرونم. کار من به هم ریختن این گروه هاست. اصلا هم حال و حوصله بحث‌های سیاسی رو ندارم. اما 3-4 سال پیشم که بازارش داغ بود من این کارا نبودم. آها یادم رفت بگم، ما یه گروه داریم به اسم فوش درمانی. با این گروه دیگه جوونا لازم نیست برن تو استادیوم آزادی به هم دیگه فوش بدن و دخترها میتونن پا به پای پسرها حسابی دق و دلیشون رو درارن. یه روز که از سر بی‌حوصلگی داشتم تو گروه‌های مختلف از این چت به اون چت می‌رفتم و دنبال یه مشتری می‌گشتم که سر به سرش بذارم، مسعود بهم پی ام داد. من با مسعود تو همین گروه آشنا شدم. تو ربطی نداره. شما موبایلتو بفرست. خیلی بده افتادن موبایل رفیقت تو چای مستر و سرنوشت تو رو تعیین کنه. با همین شماره دادن دوباره سر صحبت باز شد. مسعود از من خواست فردا باهاش به یه قرار اینترنتی برم. قبلا سر چند تا از این قرارا رفته بودم ولی راستش اون موقع خیلی حسش نبود. اما مسعود به زور منو برد تو گروهی که اسمش بود بی پدر مادر. اشتباه نکنید، یه فوش نیست، یه حقیقته. طبق آماری که پارسال منتشر شد 2 میلیون خانواده تک سرپرست تو کشور وجود داره. همه کسایی که تو این گروه بودن یا پدر نداشتن یا مادر یا هر دوش. مسعود که بعد از مرگ مادرش پدرش یه زن دیگه گرفته بود، دیگه تو خونه نموند و تو گاراژ پدرش زندگی میکرد. اون تو زندگیش 2 تا آرزو بیشتر نداشت: خواب راحت دم صبح و پیچوندن سربازی. خلاصه چشمتون روز بعد نمینه، تو گروه بی پدر مادر ها 10-20 نفر با عکسای کاربری خفن دور هم جمع بودن. مسعود منو به کاوه معرفی کرد که تو گروه پدر مرده ها بود. کاوه تو کار طراحی وب و اینجور برنامه هاست. مسعود یه چیزایی درباره کاوه به هم گفت. وقتی پدر کاوه میمیره، برادر بزرگش امضای باباشو جعل میکنه و با یه وکالتنامه قلابی پولای بابا هر صاحب میشه. به جای سهم الارثش هم یک پس گردنی محکم میزنه به کاوه که اون موقع 7 سالش بوده. از همون موقع کاوه میره تو فکر انتقام. غزل تو گروه مادر رفته است. مادر رفته یعنی مادرش طلاق گرفته و رفته. غزل و کاوه تو دانشگاه با هم آشنا میشن و تو شلوغی‌های 88 به این نتیجه میرسن که خیلی خوب هم دیگر درک میکنن. حالا 2 ماهیه که عقد کردن. آماده ای؟ آره. داداشی بیا ماشین خوشگلی تو تحویل بگیر. محکم بشین. تو آقا شد برین.
پیشنهاد مسعود رو قبول کردم. نه به خاطر اینکه می‌خواستم بی پدرمون به رخ دیگران بکشم، نه، فقط به خاطر اینکه یادم اومد فردا باید با مادرم بریم دنبال خونه و منم اصلاً حالشو نداشتم. این خونه که توش نشستیم رهنش یه دفعه دو برابر شده، باید تخلیهش می‌کردیم. دو هفته بود داشتیم دنبال خونه می‌گشتیم. مردم موجی شدن. واحد 50 متری تو خیابون سرسبیل 35 میلیون رهن کامل. دوره آخر زمانه. مادرم بازنشسته آموزش پرورش و بابام که چاق و ساز بود 15 سال پیش سرطان خون گرفت و عمرش داد به شما. هنوز چاقویی که بهم هدیه داد و دارم. روز بعد مسعود با موتورش اومد دنبالم. شماره برام بگی؟ اینو بگی اون برام بابا گم میده. آنی من دور دیگه بدبخت. تو برام یکی دیگه میخری یا بابا؟ مارک خرتون چیزا حالیت نمیشه تو. آره مارک. ویژه سلسبیل و جوادی هم از این مارک فقط. دکمه هاش هم دیگه یکی در میون کار میکنه. تو خودم تمام قدر رفتی تو گو الان یکی در میون حرف میزنی. چون مسعود فکر میکرد اینا همه تیلیفشون الگانسه، موتور رو دو سه تا کوچه پایین تر از کافی شاپ قفل و زنجیر کردیم. محل قرار یکی از کافی شاپ های نزدیک پارک بود. سلام علیکم. سلام. سلام. از بچه گروهی؟ بله از بچه گروهی. آیدی تون لطفا. آیدی هپی من. هپی من. آره اینجاست. شما چی؟ با منه. با من. هنوز به گروه نشده. ولی من میتونم تضمین بدم بی پدری. آره بی پدر. باشه. نه برای 15 لطف کنیم. 15؟ کارتخون داری؟ کارتخونم داری. سلام خوبی؟ مرسی بفرمایید تشریف. کارتم تو ماشینه. منم کیفم تو ماشین جام مونده. خب 20 تومن من بده 10 تومن. 30 تومن دیگه. نه. 30. ببخشید. بعدن کاشف فهمل اومد پدر این دختری که گروه رو میگردونه صاحب همین کافی شاپه. اینم برادرش. این دوتا هم مادر رفتن. یعنی مادرشون طلاق گرفته و اونا شب تا صبح تو گروه خوش رقصی میکنن تا کاروبار آخر هفته بابایی رونقی بگیره. کی میگه تو این دور و زمان درک متقابل بین نسل وجود نداره؟ به طور متوسط 20,000 کشته تو سال، که اگه یه پنجمشون هم بچه داشته باشن میشه 4,000 تا بچه بی پدر مادر تو سال. ببینید باورتون میشه؟ من فکر نمیکنم تو جنگای داخلی هم هیچ کشوری اینقدر کشته و تلفات داده باشه. هنوز جاگیر نشده بودیم که یه دختر رو با یه سری عکسای ناجور که میچرخید و نشون همه میداد. عکسشو تو کاربرا دیده بودم، تو گروه فرعی تصادفیا بود. پدر و مادرش با یه تصادف وحشتناک هر دو مرده بودن و اونم داشت آمار بالای کشته‌های تصادفا رو میگفت. میخواییم به انجام همه کمک کنیم؟ وقتی آمارشو شنیدم مخم سود کشید. ببین کار انجامن خیلی. اون تصمیم داشت یه انجامن تشکیل بده. برای عضو شدن باید حق عضویت میدادیم که من با این قسمتش اصلا میونه خوبی نداشتم. خاطر همین زیاد دمخورش نشده. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود که احساس کردم یه خبراییه. چون کاوه که از ورودمون هیچ محلی به مسعود نداده بود، حالا بد جوری مخشو کار گرفته بود. خماری دخترم اینقدر تابلو بود که صدای ساب کافی شاپ هم در اومد. با دیدن حال اون دختر که بعدم فهمیدم اسمش ماندانست و مسعود که داشت یه جوری نگاه میکرد، فهمیدم دارم گرفتار یه داستانی میشم که به من هیچ ربطی نداشت. اما به من هیچ ربطی نداره. آره ربطش به اینه. بعد یه شب کلی کاسب شیم، من یه بسته شنده بقیهش میزم تو جیبم. دختر مایه داره، پدر مادرش خرپور بودن، تصادف مردن، همیشه رسته بی موبایل تو دست شدیدی؟ تو کافی شاپ همه میخه موبایلش بده. آقا من این کاره نیستم، نمیفهمی؟ آقا مگه من میگم این کاره ای؟ مگه من اصلا این کارم؟
تو من اینه گفتی همسایتون جنسش شوره. خب کاری نداره دیگه، بعدم این ساقی خودش تلفنش رو جواب نمیده، وگرنه نمیاد به من تو بگی که مردسه. من اصلا با یارو سلام علیکم ندارم. مگه من میگم برو باش روبوسی کن، پول بهش نشون بده، خودش میفهمه دیگه اسکول بازی چیه در میاری. بعدم این دختره الان حالش خیلی خرابه، کارش رسیده به بیس. کجا بیس آقا جون؟ بیس هم نمیدونی چیه؟ کوکائین بیس. یعنی تا 2 ساعت دیگه بهش نرسه بعد ببرنش بیمارستان. از اونم خودش هر کی همش میفرستن دادسرا. اصلا پولش چی؟ گناه داره بنده خدا. اه. کجا باید برم؟ شما همینو برو پایین، فعلا من بهت میگم. دختره اینقدر حالش بد بود که نمیتونست رانندگی کنه، برای همین ماشینشو داده بود دست کابه. چند سال پیش که کلاس آواز میرفتم، استاده اون میگفتن که بخواد صداتون باشه من داد بزنین. ماندانا جون من الان حرف نزن. باشه، چقدر طولانی شد؟ خیلی راحت اونجا؟ اون دخترم بود، شکوفه. احتمالا برای چاپ بروشورای انجمن خیالیش همین دختر پول داره رو تیغ میزد. ایشم صدو اینا بود دلیم توی کسی با تو منای خلوت سرم از تنجیر آوردم بیرون، هرچی دلم خواست دادم. شانس آوردیم داد نزد، چون وسط ترافیک گیر افتاده بودیم. دست درد نکنم. گرفتیم؟ یه دمه دیم چه آقا نمیخوای بری؟ را بیافتم؟ یه دقیقه وایسا. خلاف سنگین آن. آقا برو بابا، برو، ما اینجا آبرو داریم به خدا. بچه شیر بره اینجا دماغشون رو نمیتونم بکشن بالا، پایپ میذارن تو کیفشون. دم خونه بودم آقا، میتونستم باشون ننم که کاش دوباره سوار نمیشدم. ولی مسعود میخواست موتورشو برداره، منم بدم نمیمد بعد از این چیزایی که دیدم یه بادی به مخم بخوره. قربون دست دایی، برات زحمتی نیست ما رو جلو همون کافی شاپ بذار دیگه؟ نه تو رو خدا، یه چایی دیگه مهمون باش. والا واسه جنس 300 تومنی 500 تومن گرفته، 2000 پول آژانس نمیده. حقش بود ازت نمیگرفم، همه رو خرج نشکش میکردی. نش خودتی ها، درست حرف بزن. ماندانا برو. نو تا 2 ساعت پیش نفسش در نمیومد، حالا چه زبونی باگه. والا ماندانا گشنت نی؟ تو چی شکو؟ اسم تو شکوه؟ شکوفه. والا هرچ. اسم خود چیه چون تو؟ من؟ سرورت مسعود. نه مسعود نمیتونست بی خیال ساندویج مجانی بشه. ماندنم هفته دیگه یه پارتی دعوتی. کجا؟ پادکو. ای بابا یادمون نندازین دیگه، احوالمون گمرغ شد. یه ساندویج میخوریم آیا اسمشو نگاه. یه گود بای پارتی حسابی باید بگیری ها. آره با 2 سال عمر شیرینه دار خدافزی کن. گود بای پارتی هم داره دیگه. یعنی اینقدر بده؟ درس میخوندی میرفتی دانشگاه؟ داشت میخوندی که دولتی جایی ما نیست، آزادم که پولش نداری میخوندی دلت خوشه. ولی باحال میشد دو خواهر میرفتن سربازی ها. عالی میشد. موقع من حاضر بودم تا آخر عمرم سرباز بشم. ای تو هم باید بری؟ من رفتم. تو رفتی؟ شانس او معاف شده. من رفتم. میگم یک کچل پارتی واسه شون ها بندازین چطوره؟ قشنگ میشی. گرفتم. آیا همسایه همسایه که جنساش مشتیه. من که پایم، ما باید ته میزنم.
فهمشات کلفوریه. خفش زر نزن ها. این کاره نیست خب. شرط میبندم. شرط میبندی؟ آقا پایه باشه. ای نزدی موبایل تو باید بدی به من. خوب زبلی. شرط میبندیه دیگه، خودت گفتی. آقا شما اصلا میدونین مارک موبایل این خانم چیه؟ آره بابا میدونم. این آنجلینا جولی هم اصلا اینا داره دیگه. پس میدونی. بلد. اصلا موبایل نخواستی. شمارش که میتونی بدی. شمارش بده. چه زود پس خاله میشی. با شماره کفشت رو بده. شماره عینک بابا بزرگ. مزه. تو شماره من بده، من بهت زنگ میزنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه. شماره ملی تماشا الو. نه. خوشت اومد. به تو شماره تو بده. لودگی مسعود کار دست میده. شماره موبایلم بهت میدم. بله. فقط یه شرط داره. هر شرطی بگی قبول. هر شرطی. هر شرطی دیگه. شکوفه بیا، غزل بیا. شرطی چی؟ شما دور وایسه، کاوه بیا. شما عقب. شر رو بکن. غلام اون ادبیاتت. نامرد هم رفت قاطی دختره دیگه. نمیخوای بریم؟ میریم. سب داشته باش. نه. خب، حاضری؟ بابا بیخیال چین؟ به همین زودی جا زدی؟ جا زدی چیه؟ این چه شرطی آخه؟ همینه دیگه، هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. طاووس؟ این بیشتر شبیه ببر بنگاله. همونجا. خب، آقای همه فن حریف، این همون خونه یکی گفتم، خونه دوستامه. خیلی هم بعضشون خوبه. ببین هیچ که تو این خونه زندگی نمیکنه فعلا. همشون رفتن شما. خب. خب که خب. مگه نگفتی هر شرطی؟ رفتی تو این خونه، شماره موبایلم بهت میدم. شماره موبایل تو زندون به چه دردم میخوره؟ زندون کدومه؟ میگم هیچ که تو این خونه نیست. لابد سر اون نیزه هم میخوام به سیخ بکشینم بهم بخندین ها. خمون نرده یه گربه رو داره. البته اگه جرأتشو داشته باشی. حالا نمیشه یه کار بی درد سرتر بکنی؟ بگو میترسم دیگه. میترسم. من میترسم. آقا من میترسم. الله. یعنی نمیری؟ نه که نمیره. اصلا کی با تو حرف زد؟ خر مگه اصلا معرکه؟ نرو به جهنم. من میخواستم حالی که داده بودین رو جبران کنم. آقا بریم. یه دقیقه وایسا. ببین هر چی از این خونه برداری دست کم 7-8 میلیون پولشه. آه؟ چی میگی؟ ماندنم بسه دیگه، قد اصرار نکن. کاوه از همون اول با این بازی موافق نبود، ولی اون 7-8 میلیون بد جوری گوشای مسعود مخملی کرده بود. زده به سرت؟ هرچی برداشتم مال خودم دیگه. هرچی برداشتی مال خودت. اگرم خواسته میتونی تریپ فردین بازی در بیاری، نصفشم بدی به این رفیقت. بنتل شماره تو بده یه میس بندازم. نه اون که چیه؟ رو کاغذ نیست، موبایلم خراب. زکی بیا. چیکارش کنم؟ برو یه رو باش حال کن. من همچین قیافه هم ندارم. بیا این هم دست تو باشه دیگه. تو هم برو باش یه رو بال کن. این چیه؟ مارک سی دبلیو سی هم، مواظبش باشی از اون برای آب من. این که کار نمیکنه که. آره خب این میدونی چون افتاده چای مسترا خاطر هم مسترا عمومی یا خصوصی کدومش داری؟ نه مسترا که خصوصیه، ولی توی گاراژ عمومیه. ای چندشا نه. Thank you.
خب بهیم رو بخندیم. دیدی رفیقت چجوری رفت سر کار؟ سر کار؟ چجوری؟ اوه کسی تو این خونه زندگی نمی کنه که همه شون اسباب کشی کردن رفتن. اسباب کشی کردن؟ بله اسباب کشی کردن رفتن، خونه خالیه. زدم بچه، زدم رکورد، زدم رکورد خودم رو زدم، 1,850,000 تا. گوشی تو بده یه زنگ بزنم. شارژ دارم که. ای بابا تو کی شارژ داری؟ گوشی تو بده قطعه. کمک نمیخواد؟ خیلی بامزه این. بده من. ببین تعارف نکنی، همه جا حسابی بگرد. هرچی خوردنی مردنی هم پیدا کنی همش مال خودت. آقا این بعد استاتوس شه، 1,000 تا لایک بگیر. بذار یه عکس بگیرم هم بزن کنارش. بیا شوگو جان دوتایی بگیر دیگه. بیا بزن. خب این عکس رو هم برات میفرستم داشته باشی. نمیخندی؟ آقا این رفیقت بد تمه کرده. یه این عکس بابا نمیخوای جواب بدی؟ نه. من به سودا برف زدم. سودا به دیگه کنون خریه. ای دوستم دیگه. آقا یه کاری کن، یه زنگ بهش بزن. میشه تو بده غزل. ای بابا جواب نمیده که. دوباره بگیر. آقا یه دقیقه بزن اونم پایمینم چیکار میکنم. آقا کجا بریم؟ آقا بریم اینم چه خبر دیگه، همجوری بشینیم اینجا؟ الان نمیشه کار کرد. آقا بشین شما، بگیر دوباره تلفن. بچه ها بریم پایین. کردم اگه مسعود گیر بیفته باید چیکار کنیم. بعد جوری دلم شور میزد. چی بود رفت خونه؟ از ما میپرسی؟ یه زنگ بهش بزن دوباره. من نزن، شاید اصلا مسعود رو نبینه. راست میگه. خب اگه حرف زنه مرد صداشو میشنه. بعد جوری ترسیده بودیم. آه بس دیگه. یه بار از اول تعریف کن ببینم چی شده. بدبخت شدم رفت. شما هی زنگ نمیزدی منو نمیدید. دقیقا جلوی در واستاده بود. گیر افتاده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. کی اونجاست؟
خب شاید بیهوش شده. خون از سرش اومد بابا. خون خوبه. میگن خون خوبه اینجور وقتا ها من دلم. بچه یه دقیقه صبر کنی فکر کنی ببینیم چی کار باید بکنی. کجا؟ سر قبر بابا. یه دقیقه بیکنه بزنم پیادشم بابا خون خوبه. زنگ نزنیم 110. 110؟ آره از یه تلفن عمومی زنگ میزنیم 110 آدرس خونه رو بهشون میدیم. یارو حد نسترش گیج رفته بیهوش شده دیگه. اونا میرن تو خونه اگه ببینن خیلی حالش بده میبرنش بیمارستان. آره آره فکر بدی نیست. کی با پلیس حرف بزنه؟ من؟ نه خودم حرف میزنم. شوخی بیمزه کار من بود. ولی به خدا باور کنی نمیدونستم قراره یکی اون وقت شب بره تو خونه. دل خوشی ازش نداشتم ولی این تیکر خوب اومد. معلوم بود یه هوا معرفت تو وجودش هست. ببین من دوناتو پیشنهاد دادی همه ما هم قبول کردیم. همه تقصیر نبا بنز کردن خودت. فقط باید دنبال تلفن عمومی بگردیم. بچه ها تو رو خدا زود باشی در کاری میکنی. نیست. چی شده؟ موبایل نیست. یعنی چی؟ موبایل این دختره نیست. بایدم فکر کنم کجا گذاشتیش؟ کی گذاشتی تو جیبت؟ همون موقع که خوشمزگیتون گل کرده بود ایش زنگ میزدی؟ چی شده؟ گم کرده موبایلو. گم کرده؟ باید اقا تمرکز کنم کجا گذاشتی؟ نیست یه آژانس همین پشت من خودم میرم دیرم شد. نه افتادی تو خونه دیگه. بابا فکر کنم ببین چیکارش کردی. خب اگه افتاده باشه تو خونه که نمیتونیم زنگ بزنیم 110. 110؟ من میخواستیم زنگ بزنیم 110. بابا گفتیم زنگ میزنیم 110 مامورا میرن تو خونه یار طوری شده باشه میبرننش بیمارستان جایی. ببین خودمون میریم. چی میگی تو؟ بابا خودمون میریم تو خونه هم از حال یارو با خبر میشیم هم موبایل رو برمیداریم دیگه. معلومه هنو نشه یا اگه یه بار دیگه به من گفتی نشه نگفت که پسر این دست رو دارم ماندن هم مسعود یه دقیقه بابا ایسا ببین من چی دارم بزنگم صدا تو بیار پایین. داشت من نه شما رو دیدم نه با شما کار دارم. خود تو غلطی میخوای بکنی. ببین ما هممون با هم بودیم یه مشکلی پیش اومده. خب حالا با هم حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنیم. پیروز بیا بیا بریم دیگه واسطه. من این بچه ها رو نمیشناختم. اولین باری بود که میدیدمشون. چرا باید با اونا میموندم؟ چیکار کنیم؟ من میگم برگردیم جلوی خونه. میخوایی از رو دیوار بری؟ نمیگم شاید بهوش اومده باشه. خب بهتر نیست اول در بزنم؟ آره خب ضرر که نداره. شکوفه است تو گفتم سوار ماشین شدی یه اسمس بزن. وای چه خوب شد اون رفت داشت سکته میکرد از ترس. وای یا خدا. سلام. سلام مشکلی پیش اومده؟ نه منزلتون تو همین خیابونه؟ نه من گوشی مانتن نمیداد. به دوستم گفتم یه جا نگه دار من یه زنگ بزنم. بعد شما چه نسبتی داریم با هم؟ ایشون خانم من هستن ایشون هم دوستش. شما یه لحظه از ماشین پیاده شو لطفا. خسته نمیشید. شما خسته نمیشید. مدرک شناسایی؟ بله ببخشید شناسنامه رو بده. ببخشید. خواهش میکنم راحت باشید. جالبه شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما همین امروز صبح اقدام کردیم برای یه گذرنامه بعد دیگه مونده تو کیف خانومم. عجب بعد انشالله
کجا تش میبریم به سلامتی جناب آقای نجم؟ بلن که هیچی دیگه، میگم حالا تا ببینیم چی پیش میاد. بفرم شما چی خانم؟ ماشین مال خودتونه؟ بله. کارت ماشین گواهی نامه؟ شما میتونی سوار شید. بفرمین. شبتون بخیر. بریم؟ بله بله. بفرمین. مراقب باشید. ماندانا امشب میاد خونه تو؟ آره. که حالم خوب نیست، نمیخوام تنها باشم. نظر بکشه دیگه، برای امشبش بس. گفتم میخوام ترک کنم. کاوه جان، کم نکنه واقعا بلای سر یار اومده باشه. کاش حرف ماندانا رو گوش میده. نه بابا، اگه اینجوری بود که الان هممون گوش کلانتری بودیم که. الانم دیگه نمیشه کاری کرد. فقط باید دعا کنیم به هوش اومده باشه، حالش خوب باشه. بابه پس بیا فردا دنبالمون بریم دم خونه سرگوشی ها بدیم ببینیم چه خبر. باش حتما. ببخش. درد سر شد برات؟ نه نه بابا، خوب هر چی بشه برای جفتمون میشه. بیا مواظب باش، دارو باش. غزل، به بابات یه زنگ بزن. حالا بزن. یه گوسفند نصر کردم. او نمیدونستم اهل این حرف هم هستی. بابام بود وقتی ماشین رو برام خرید، یه گوسفند کشت. گفت بلا رو از توی ماشین دور کن. آشغالا رو دو شبه نذاشتم بیرون. الان خدا میدونه خونه چه بویی گرفته. وای ها، ترسوندی ما رو. دو روز ازت بی خبری، تلفن رو جواب نمیدی، نگران شدم. نگرانی نداره، مگه کاوه به تو نگفت الان خوبه؟ برو تو ماندانا. سلام، ببخش. شما ببخشید، من مشتاق هستم. پدر غزل، معرفی نمی کنی؟ ببخشید حواسم نبود. دوستم ماندانا. شما خوبید؟ بود. خب میایین تو؟ اینجا یه خورده به هم ریخته است، بفرمایید. زحمت نکش، من نمیمونم. دیر وقت، ساعت از دو گذشته. افسانه هم زنگ زد، بیدار تو هم برم. اونم نگرانت بود. چرا نگران؟ هر جا هستم با کاوم دیگه. ماندانا چرا وایسادی؟ بشین. ما امروز رفتیم برای تعویض گذرنامه. غزل، تو قراره یکی دو ماه آینده خانواده تشکیل بدی. بهتر نیست یه خورده تمرین آشپزی خونه داری بکنی؟ بابا، ما تا 20 روز دیگه گذرنامه‌مون رو میگیریم. باشه، وقت دیگه در موردش حرف میزنیم. حتما دوستت هم خسته است. افسانه و بچه هم خیلی دلتنگت شده. فردا شب شام منتظرتونه. به کاوه هم بکن. بابا، به یه شرط میام. این که شناسنامه ما به هم بدی. من که دارم میرم پایین، زباله هرم بده ببرم.
میگفتی با بابات زیاد دعوت میشه، همیشه همینجوری دعوا میکنی؟ ببینم این قضیه گذرنامه‌تون راسته؟ آره، فقط امیدوارم رکابه گیری ندن گذرنامه رو صادر کنن. یعنی واقعا میخواییم بریم؟ خب تو که هنوز شناسنامه آمریکایی تو از بابات نگرفتی. بالاخره مجبور شناسنامه به هم بده دیگه. ببینم یه سوال، تو گفتی که بابات وقتی که تو یه سالت بوده با مامانت سر ماجرای ایران اومدنشون دعواشون میشه و تو رو برمیداره میاد ایران، ها؟ خب مامانت اگه میخواست میتونست تو رو نگه داره، مگه تو اون موقع شیرخواره نبودی؟ وقتی رفتم آمریکا و پیداش کردم از خودش میپرسم. بابا میگه هر دو دانشجو بودن، شاید وضع مالیش خوب نبوده. یعنی از اون موقع تا حالا تو هیچ خبری ازش نداری؟ نه، بابام هیچ آدرسی بهش نداده. دو سه سال اول رابطه یه طرفه بوده، فقط بابام بهش زنگ میزده، بعدش هم که دیگه آدرسش رو عوض میکنه هیچ خبری ازش نداشت. اونم حقوق میخونه، شاید مثل بابام وکیلی چیزی شده باشه. قرصات هم بعد از این میخور. ببینم یعنی تو واقعا فکر میکنی تو اون آمریکای با اون گندگی میتونی پیداش کنی؟ اسمش و سیکیورتی نمبرش تو شناسنامه هم هست. خوشگله نه؟ کی؟ مامانم. آره خوشگله. حالت رفتیم یه آپارتمان تو کوچه حسین نژاد دیدیم، پشت پارک. با مالک قرار گذاشتیم فردا صبح ساعت 10 بنگاه فرزادی. همش تو فکر اون بند خدایی بودم که معلوم نبود چه بلایی سرش اومده. خوردم دهنم چوب شده. بابا از موبایل تو دارم به من زنگ میزنن. میدونستم اگه بخوابم نمیتونم به موقع بیدار شم. به خیال خودم صبح اول وقت از خونه زدم بیرون. پلیس ها از من سرخیستر بودن. تو کار شدم چون مسئولی دارتی. الو مسئول. الو چی میگی تو؟ بلندتر حرف بزن. حاضرم شرط ببندم مسعود وقتی خبرشنی داشت اون سر بیخاصیتش دنبال یه قبرستونی میگشت که توش خودشو گم و گور کنه. بابا کری نمیشوی؟ میگم زودتر باید بکشون خبر بدیم. یه تلفنی چیزی ازشون نداری؟ وقتی پای شماره تلفن یه دختر در میون باشه تمام سلولای خاکستری مغز مسعود دست به دست هم میدن تا اون شماره از یادش نره. چند؟ 200 چند؟ بله
تلفنم به موقع بود، چون فقط دو سه تا خیابون با خونه دوست ما در فاصله داشتن. سلام. چی گفت مسعود؟ گفت نمیام. نمیام؟ غلط کرده که نمیاد. پای اون بیشتر از همه اینا. تو حواست به رانندگیت باشه، بگی شمارهشون. تفلیا رنگشون پریده بود. خودم دست کمی از اونا نداشتم وقتی کاوه بهم گفت از تلفن ماندانا با غزل تماس گرفتن. چرا تلفن زنگ زدن جوابشون رو ندادین؟ اینجوری بیشتر شک میکنه. برداریم چی بگیم؟ یه حرف رو میزنیم. گفتون چه موبایل ما رو دیشب دزدیدن. فکر بدی هم نیستم. الو؟ سلام علیکم. ببخشید من میتونم با آقا مسعود صحبت کنم؟ بله. آقا یه رو به پیش از خونه زدی بیرون. مسعود عمرم بده. ببین کاوه پیروز حرف خوبی میزنه. میگه الان موبایل حتما دست ماموراست. خب ما به مامورا میگیم موبایل ماندانا دیشب ازش دزدیدن. خب این بدبختی که نمیدونه با موبایلش چیکار کردن و کجا رفتن دیگه. چرا بابا جوابش رو زدن چی میگه دیگه؟ با هر کی داره یه چیزی میگه. بذار حرفمون رو یکی کنیم بعد. راست میگه. یه داستانی سر هم کردیم. دیروز وقتی ماندانا و غزل و کاوه از کافی شاپ بیرون میان، یه موتوری کوله ماندانا رو میزنه و فرار میکنه. اگرم لازم شد کسی شهادت بده، من اونجا بودم، صحنه رو دیدم. ببین گوشی رو دزدیدی نوش جونت. اون موبایل خودش 7-8 میلیون میارزه. تو کیفم هرچی برداشته واسه خوده. تو فقط سیم کارتو به ما پس بده. هم موشا. بله. چرا تلفن رو جواب نمیده خانم؟ اسم من از کجا میدونه؟ خب از تو. الو. الو. مریض میتونه نکنه. مریض هر شماره تلفن میتونه اسمی رو در جواب بده. جواب بده. بله. عرض کردم چرا تلفنتون به شما هیچ ربطی نداره. سیم کارتو میده یا بسوزونیمش. دوستم کلی شما رو تون سیف کرده، لازمشون داره. اصلا بهتر نیست من با شوهرتون صحبت کنم؟ بله شوهرت. آقا اینه اینطوری که صدا میپیچه انگار رو آیفون گذاشته بودم داره میشنوه. آقا اینه بله. سلام اینه. بفرمایید. نشناختی؟ روبروی پلاک 18 آ. جالبه. شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما امروز صبح اقدام کردیم برای گذرنامه. شما به ما چیزی؟ به اسمایی ما گذاشته مزاهن گشتاپو آره شناختیم. بله. چه بله سر این بد بخواهانینا نه؟ بچه این ناکارش کردیم. بخش من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. خوبم میفهم. ببینم اصلا خودتون نپرسید این موبایل هست من دوستم چی کار میکنه؟ دوستتون؟ بله همکارم، همون که کارت شناسایی شما رو گرفت. من اون موتور نشسته باشم. بعد کجا انشالله به سلامتی جناب آقای نجم؟ ما همون دیشب به شما شک کرده بودیم و اصلا فکر نمی کردیم قضیه اینقدر جدی باشه. گفتیم نهایت قضیه منکراتیه. ماموره برای کاوه تعریف کرد وقتی بچه ها از خونه فاصله میگیرن اونا از تو حیات صدای ناله میشنون. وقتی میرن تو خونه کارگره رو پیدا میکنن که کنار دوچرخش افتاده بوده. تو فاصله که ماموره دیگه پلیس آمبولانس رو خبر میکنه اونم تو خونه موبایل ماندانا رو پیدا میکنه و متوجه میشه آخرین بار 1 ساعت پیش از تلفن غزل با این موبایل تماس گرفته شده. وقتی عکس زن تو رو صفحه موبایل به دوستم نشون دادم فهمیدم بعد جوری تو درد سر افتادم. چون یارو تو راه بیمارستان تموم کرد. اگه نیم ساعت زودتر رسیده بودیم بالا سرش زنده میمون. آقای نه متوجه این؟ تو خونه تا پیداش کنم. حالی چون؟ وقت مالی چون؟
آقا میگم موبایل از ما دزدیدن. من بیا تو بعد احمد سرم کن. نمیخوام بدونم تو اون خونه چیکار کردی. نمیخوام بدونم برای چون بدبخت بود. ببین خونه تا فردا زو دست مامورای آگاهی. یعنی این که من تا فردا زو وقت دارم موبایلو برگردونم تو خونه. میفهمی یعنی چی؟ نه. یعنی این که شما تا فردا صبح وقت دارین 100 میلیون تومان برسونین دست من. منم بی خیال همه چیز میشم. موبایلم بهتون پس میدم. نگی نداریم. چون صاحب این موبایل 7-8 میلیونی یه ماشین سواره که بیشتر 200 میلیون میارزه. دو دقیقه وقت دارید فکر کنید. آقا این ما ستا رو با هم دیده تو ماشین فکر کرده ما یارو رو کشتیم. خب میخوان موبایل رو برم بدن به مامورا برم بدن بعد میان سراغ ما. ما هم این داستان رو براشون تعریف میکنیم. آخه قرار نیست که به خاطر یه شوخی محکوم بشیم که. بقیهش هم پای مسعوده. مرد حسابی که نامردیه. نامردیه؟ این حقیقته. یه نفر رو کشته بعد وایسته باشه. بقیه هم هر کی به سهم خودش. تو اگه جای مسعود بودی همینجوری سهم رو تقسیم می‌کردی. من جای مسعود نیستم. من که از دیوار مردم نمیرم بالا که. اون رفیقت بود تا چشمش به پول افتاد دیوار رو بست و رفت بالا. بابا یه نفر مرده. اگه بیاد دنبالم پای هممون گیر. ببین خوب گوش بده ببین چی میگم. اون موبایلی که الان تو دستای توی مال من و من اون تو آدم. من آدم کشتم. به مواد احتیاج داشتم. جنس میخواستم. اون آدمه به بهونه اینکه میخواد به من جنس بفروشه منو برد تو اون خونه. برشتر میگم برشتر. الانم هر کاری دلت میخواد برو بکن. گوش کن آقا جون. این خانم حالش خوب نیست. اصلا نمیفهمی چی داره میگه. تو دیگه کی هستی؟ من دوستشم. یکی آدم کشه 100 نفر دور خودش جمع کرده. آقا تو پول میخوای ما پولتو میدیم دیگه. من تو رو نمیشناسم. گوشو بده به همون نجم. گوشو بده. همون نجم. با تو کنم. بله بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردین. پولو میدین موبایلو پس میدین. آره یا نه؟ باش. همیشه نمیشه از ظاهر آدمو قضاوت کرد. مردایی که کلی ادعای مردونگی دارن حاضر نبودن اینطوری همه تقصیرها رو گردن بگیرن. اما این دختر ماندانا غذای اون قرصه رو نصیبت بخوری یادت نره. بچه ها کجا رفتن؟ باورم همین نمایش کنیم بقل پون منزیم غذانم باش رفت که یه زن موجه در باشه. مثلا میخواد برم یه جای خودم رو گم و گور کنم. تا دیشب به زندگی خودم گند زدم. از دیشب معلوم نیست به زندگی چند نفر دیگه. من چی به زندگی خود گند زدی؟ فضول بردن جهنم. میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت پیروزش کجاست.
نمیشه بی سلک بکشید تو زندگی مردم؟ عکس کی بود؟ چه جوری تونستی این داستان رو سرهم کنی؟ چه داستان؟ همی که برای این یارو مأمور تعریف کردی که اون یارو رو تو کشتی. خودشی تعریف کردی قیافت یه جوری شده بود، انگار واقعا اون کارو کردی. فکر نمی کنم اونقدر نشونه گیریم خوب باشه که صاف بزنم تو هدف. من نمیدونم کاوه میدونم چی شد؟ هیچی میفهم، پول لازمی میزنن تو سر مال دیگه. این بونگا یه آشنا نیست. بونگا نیست، دلاله. دلالم آشنا غیر آشنا نداره که. اصلا مگه ما الان میتونیم ماشینو به غیر آشنا بفروشیم؟ آقا اونی که من دیدم هزار تومن رشوه میگیره. قبول میکنه، 80 تومن قبول میکنه. تازه پول گوشی هم هست. راست میگه. چی راست میگه آقا؟ گوشی مدرکه، مگه ما میتونیم بزنیم پیش اونا بمونه؟ بابا راست میگه، اصلا این به 80 میلیون هم راضی میشه. باور کنم کمترش هم راضی میشه. صدش هم زیاد. اصلا اومدیم اون پولو گرفتی که زد زیر همه چی. مگه میتونه بزنه زیرش؟ پولو بگیره گوشی رو نده، این هم عیار نشونی داره، ما میریم لو میدیمش. مانا کارت شناسیت همراهته؟ آره. کارت ماشینم که اینجا، سند کجاست؟ سند؟ سند ماشین دیگه. وقتی کارت ماشین به اسمت، یعنی سندم باید باشه دیگه. من سند ندارم. یعنی چی ندارم؟ یعنی دارم ولی دستم نیست. کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم ماندانا؟ آقا برو به این بونگایی رفیقت بگو این بدون سند میتونه ماشینه برای اون آب تاگه. آقا اونجوری نصف قیمت هم نمیخرن دیگه. آقا دستمال بده، چه پشت دستمال بده. بیا خوبی؟ چرا حالش خیلی خراب؟ من بگونم سند کجاست. کجاست؟ خونم. خونه تون؟ همون خونه که توش به دنیا آمد. یک سال پاشو تو این خونه نذاشه از وقتی مام باباش فوت کردن. بابات سخت خدایی جان. چرا اومد؟ نمیتونم. میخوای با هم بریم تو؟ نمیتونم پاهم بذارم تو این خونه. چیزی اینجوری نگاه کنی؟ تو برو. کجا؟ تو خونه دیگه. من؟ اینقدر سنگ دوستتو به سینه میزنی نمیخوای بهش کمک کنی؟ خب من خونه شما چی کار؟ من اصلا نمیدونم سند کجاست که. تو برو، من تلفنی بهت میگم کجاست. قربونت دیگه، هرچی خونه مردم رفتیم بس. ببینم نکنه دوست داری رفیقت بیافته زندان. چرا کاوه نره؟
برای اینکه تو عادت داری سرک میکشی تو زندگی مردم. خب حالا چیکار کنم؟ برو پشت ساختمون. پیروز این دره کجاست؟ اون پشت قفله. بابا دیدی که یک کلید بیشتر نداشتم، بقیه دره اینجا همه قفله، باید بری از دره استخ بریم. پیروز من الان پشت ساختمونم، یه ماشینم اون تو پارکه. آره درست، همین راه برو جلو. اینجا یه دره با یه راه پله، چیکار کنم؟ از اون در برو. پیروز نه ترسون، سگو به زنجیر بستن، کاری به کارت نداره. پیروز چیزی نیست. چی میگی تو؟ میگم بزن رو اسپیکر تلفونو. برو نزدیکم بشین. کی بابا من یه سگه هاست؟ بشین آروم باش پسر. آب باری کله پسر خوب، آروم باش. ببین این رفیقمه، کاری به کارش نداشته باش. دلم برای تنگ شده بسن. حالا برگرد برو بشین سر جا. آفری بسن. ای تو نگفتی یه سال ایشکی توی این خونه زندگی نمی کنه؟ دایین برای اینکه دوز نهید این سگو بسته اینجا. چرا من نگفتی اینجاست؟ پیروز اگه میگفتم میرفتی؟ بابا این که اینجا سر راه خوابیده. اون سگ دیگه کاری به تو نداره. یعنی مرد آزارترین دختر جهانی. از کنار استخ مستقیم برو. رفتی؟ آره بابا دارم میرم. انتهای زیرزمین یه دره. دیدم. یه راه پله است. از اون راه پله برو بالا. در اینجاست قفله. وسط را پله چی میبینی؟ دو تا پنجره. رو پنجره باید یک کلید باشه. آه اینجاست. باز شد. برو جلوتر. اومدی؟ بیا تو، بیا ببین میتونی پیداش کنی؟ کثافت افتاد. حواست باشه پاتو نذاری روش بشکنیش. درست مال چشم راستم هم بود. اگه پیداش نکنم اصلا نمیتونم ببینم. از پارکینگ اومدی انتر؟ لابد به یاد گذشته ها. آره چرا وایسادی؟ چرا خوشگت زده؟ تو کی هستی؟ داری منو میترسونی؟ منم ترسیده بودم.
کجایی؟ برو جلوتر پیروز، خوام خوب صدا رو بشنو، خوام خوب بدونه که چرا دیگه حاضر نیستم ریخته شو بدونه. ماندارا مادر، من دختر تو نیستم. مادر، مادر، تو همه چیزم ازم گرفتی. باز شروع نکن، خودت هم بهتر میدونی که من دلم نمیخواست به اون سفر جهنمی برم. جهنم اصلی تویی، تویی که با کثافت کاریت نذاشتی بابام سرشو بالا بگیره، تویی که با کثافت کاریت گند زدی به زندگی من و بابام. بابام اون سفر رفت برای که تو رو بکشه، الان هم تو برام هم مردی. کاش مرده بودم، منم چشمو دارم. زندگی کردن توی این تاریکی تقاسه کمیه. تقاسه مقابل چی؟ کشتن بابام یا ناموز من؟ چی؟ مثل که یادت رفته. اگه یادت رفته خوب گوش بده، چون دوباره میخوام بهت یادآوری کنم. اون طوری که این راه مخفی نشون دادی به اون رفیقای کثافت تو، راه مخفی نشون دادی، راهی که میرسه به اون اتاقی که همیشه درش قفل بود مگر زمانی که من خواب بودم و تو منتظر. آره، خب خوب یادت بندازم، یکی از همون شبایی که معلوم نبود تو کدوم کثافت خونه ای قلب میزدی، یکی از دوستات اومد خونه. خیلی تعجب نکرد وقتی دید نیستی، چون وقتی مادر نیست دختر که هست. تو اون راهو نشونش دادی مادر، تو اون راهو نشونش دادی. اونو ببینم ماندارا کجاست؟ گفتم کجاست؟ هر جا باشه از اینجا بهتره. میبخشی این وقت صبح مزاحمت شدم، باید میدیدم. خواهش میکنم تشریف میاریم بالا؟ آره اگه زحمتی نیست. چیزی شده؟ دیشب وقتی چند بار زنگ زدم به غزل رو جواب رو نداد، رفتم خونش، تصمیم گرفتم بمونم تا بیاد. فرصت خوبی بود برای فکر کردن، فکر کردن به رابطه پدر و دختری که روز به روز داره سردتر میشه. خب شما که خودتون بهتر میدونین چرا. مثل اینکه شما تصمیمتون برای رفتن جدی ها؟ بله آقای مشتاق. پس به اینا احتیاج دارین. که من کم کم داشت باورم میشد شناسنامه غزل پیش مادرش مونده.
خب اگه غزل بدونه چرا خودتون بهش نمیگید؟ آقای مشتاق، من فکر میکنم یه قضیه‌ای در مورد مادر غزل وجود داره که شما به من نمیگین. غزل اصلا مادر نداره. نداره؟ داستانش کوتاهه. من وقتی پام رسید به امریکا بیشتر از 3 ماه بهم ویزا ندادن. مطمئن ترین راه برای گرفتن گرین کارت ازدواج با زن امریکایی بود. زنهای اونجا هستن که با گرفتن پول تا زمانی که اقامت درست بشه با مهاجرین ازدواج میکنن. من با زنی ازدواج کردم که 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون حامل شد. من مخالف سخت بودم و اینطور شد که غزل به دنیا آمد. به خاطر غزل حاضر بودم بقیه عمرم رو با اون زن زندگی بکنم، ولی قبول نکرد. طلاق گرفت و رفت سراغ مشتری دیگه. آخرین خبری که ازش دارم مربوط به 5 سال پیشه که توی بیمارستان توی شهر کوچک ایالت کانزاس بر اثر سرطان ریه مرد. این بود داستان به دنیا آمدن غزل. اونقدر کوتاه که تو فاصله اومدن تا دم در میشه برای نفر تعریفش کرد. ولی من 20 ساله که نتونستم این قصه رو برای دخترم بگم. یعنی ترجیح دادم یه داستان دیگه براش تعریف کنم. میدونی چرا؟ چون خیلی سخته دلیل به دنیا آمدن آدم ویزای اقامت پدر و نیاز مالی مادر باشه. یه عکس هست، یه عکس از مادرشون. چی؟ اون عکسی چی نیست جز عکس دوتا دانشجو که توی پارتی شرکت کردن و کنار هم ایستادن و تو بغل یکیشون یه بچه چند ماهی بی مادره. همین. من دیگه نمیتونستم این شناسنامه رو پیش خودم نگه دارم. از اینجا بعدش به عهده خودت. ولی اگر خواستی حقیقت رو بهش بگی بذار وقتی رسیدید امریکا بگو. خب چرا؟ چون برای شما سخته؟ شاید شایدم به خاطر اینکه وقتی با راه و رسم زندگی اونجا آشنا بشه راحت تر بتونه با حقیقت کنار بیاد. بهم گفته بود اگر شناسنامه رو بهش بدم امشب میاد خونه. فقط تا مدتی که ایران هستید دلم میخواد بیشتر ببینمش. آقای مشتاق یه نفس احتیاجی به این نیست. لازم نیست به غزل بگی. فرض کن به خودت قرض دادم، هر وقت داشتی بهم پس بده میتونی باش دلار بخری. آقای مشتاق الو کافه چرا گوشی رو بر نمیداری؟ همین الان یه نفر از تلفن مانتانا با من تماس گرفت. چی؟ میگه چیه؟ بله؟ شد. به من باشه، من یک قرون به اینا پول نمیدم دیگه. اول میام سراغ ماندانا بعدم بقیه‌ام. ماندانا با این احتیاطش چه بلایی سرش میاد کاوه؟ مسعود چی جرمش قتل میدونی یعنی چی؟ اصلا اونا هیچی، برنامه سفر خودمون چی میشه؟ این همه سال منتظر بودم مامانم رو ببینم. این دیگه چه بلایی بود سرمون؟
بیا بیا اومده. چیزی نیست. چی شده؟ کلافم کرده. میخواد بگه شب بیا خونه. خب برو دیگه. اول باید شناسنامه بده. میگم شاید بنده خدا داره راست میگه. شاید شناسنامه بوده دست مادرت. یعنی میگم اگه مسئله رفتنه که ما هزار جور دیگه هم میتونیم اقدام کنیم میگه. حالا حتما لازم نیست شناسنامه داشته باشی. کاپ اول اگه با اون شناسنامه میتونیم راحت‌تر بریم. دوما من فقط با اون شناسنامه میتونم مامانمو پیدا کنم. تو رو نمیدونم ولی من مامانم تنها دلیل رفتنمه. بابا مامور است. بله. اوزان موزا که رو برای رفیق جان. الو. الو. آقا من که رفیق شما که نیستم. که چی؟ ما 80 تومن بیشتر نمیتونیم. نشد. داری بازی در میاریم. بازی چی در میاریم؟ از صبح تا همین الان تا هرچی بونگا بوده رفتیم. خب وقتی میفهمم برای پول اجاره داریم مفخری میکنم. قربونت یه خورده خودت مایه بزن. ما تا فردا فقط همین پولو میتونیم بدیم. همین پول ماشه. کلکه نیست. چیکار کنم؟ آدرس بونگا رو بدم بری بپرسی؟ کجا بیایم؟ بعد کجا بهت بدیم پولو؟ فردا بهت میگم. الو آقا. الو. ببین موبایل چی میشه؟ موبایل ندی از پول خبری نیستا. دوش نکنه فکر کردی این تویی که باید چرت بذاری. دوباره بهت زنگ میزنم. چی میگه؟ هیچ. میخواد خیالش راحت چه پولیشو میگیره. بیا قزم. نه ولیش کن. بذار این پیش من باشه تو گوشه منو ببر. واسه چی؟ خب این مردک شده تا صبح بخواد 10 بار دیگه زنگ بزنه دیگه. من شما رو میرسونم بعد میرم دم کارواش باشه دعوه. الو؟ الو؟ ببخشید مثل اینکه اشتباه گرفتم. آقای مشتاق من کاوه‌ام ببخشید. گوشه غزل پیش من. آها کاوه؟ بله. خب داریم یه نیجه دیگه. افسانه میگه شام سرد شد و نه غزل خونه است. خوشش پیش منه جانم. خونه است؟ مگه قرار نبود شام بیاین اینجا؟ ببینم یعنی نتونستی راضیش کنی بیاد؟ ببینیم من میخواستم خودم باهاتون تماس بگیرم. چرا مشتاق واقعیتش قصد میزدم. اجازه بدین فکر کردم تو این لطفه من میکنی. من نمیتونم کمک کنم. خوشحالم که تو هم فهمیدی چقدر سخته. بله. همین که تو این راز شریک شدی با من لطف بزرگی. خواهش. مواظب به خودت و غزل باش پسرم. من خداحافظ. دو نفر از طرف برادرشم آمده بود اینجا. کلید خونه رو داشتن. هر چی گفتم اقلا بذارن دو تا پتو باشه. شاید میاد سرش کجا بذاره. گوش نکردن. با من خندیدن. ببرید تو ماشین بخوابه. نگفتن وسایل رو کجا میبرن؟ نه چیزی نگفتن. خدا رحمت کنه مادرت. این خدا بیامرز اگه زنده میبود برادرشم که از این کارا نمیکرد. بطور سالمه؟ بله. بیا. برای چی؟ بگیر. برای چی؟ بگیر تو. 10:11 صبح حواست به گوشیت باشه. زنگ میزنم میخوام بفرستم به یه جای کاری برام بکنم. چش. کجا؟ میگم صحبت. باشه.
الو 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 کاوه غزل، یه یارو زنگ زد میخواست با تو حرف بزنه از طرف داداشت. گفتم خانومشم، موبایلش دست منه. بیشور اگهش گفت بهش بگو یه هفته وقت داره خونه رو خالی کنه و گروشو گم کنه بره. بعدش هم یه وسایل شخصیشو تعویض بگیره. کاوه چی شده؟ چی بابا؟ اومدن خونه رو خالی کردن. پس بالاخره به سهم الارث زورکیش رسید. ماشینو گذاشته تو پارکینگ، گفته اینم از سهم خونت. به نظرم دوباره ازش شکایت کن. مگه نگفتی وصیت نامه رو جعل کرده؟ اونو ولش کن، این لپتاپم، کامپیوترم، همه زندگیمو برداشته برده، کار مردمو باید تحویل میدادم به خدا. بس به خیالش شو. اصلا ما که داریم میریم جهنم. فکر کنم همینم نداشتی. زودتر از اینجا کنده میشیم. اونم که رفتیم مامانم کمکمون میکنه یه زندگی خوب را میندازیم. کاوه؟ مامان دانه حرف نزدی؟ چرا؟ گفت میخواد تنها باشه رفت خونش. حالا که میدونم چه اتفاقی برش افتاده بهتر درکش میکنم. حواشو داشته باشه. اتفاقا پیروزم زنگ زد حال ماندانا رو ازم پرسید. غلط نکنم یه جورای گلوش گیر کرده. اون موقع که داشتم میومدم خونه به سرم زد باهاش صحبت کنم و همه چیزو بهش بگم. بهش بگم نگران اتفاقی که تو خونه دوستت افتاده نباش. تو زندگیت بنزه کافی نگرانی داشتی. این یکی رو فراموش کن. نمیتونستم از فکر ماندانا و اتفاقی که براش افتاده بیرون بیام. اگر هیچی نمیدونستم، اگه وارد خونهشون نشده بودم، اگر خودم اون راهو نرفته بودم، شاید اصلا باور نمیکردم همچین اتفاقی برای ماندانا افتاده. یا اگرم باور میکردم، اینقدر از این کاری که داشتم میکردم دچار عذاب وجدان نمیشدم. شریک دوز، رفیق قافله، چطوری؟ من شما بی دستو صدا تو بیار پایین. داش من نه شما رو دیدم نه با شما کار دارم. خودتو هم غلطی میخوام. خیلی خوب صدا تو بیار پایین. یه اتفاقی افتاد حالا همه حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنید. پیروز بیا بیا بریم دیگه واسطه. حالی گرفتم از این بچه سیب زمینی دو درش کردم، موبایلش رو دو تر کردم. چی؟ تو گفتی تو خونه از این خیابون بریم بیرون. الان کو موبایل کو تو جیبا من تا این باشه دیگه بخواست سر به سر من بزن. بیا 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 بزن طبیعی باشه. نگینا شما این فکرام اصلا ما بده ببینم اصلا چی تو جونوار عجیب غریبی هستی باله آقا تو خونه چی شد؟ من با یارو دعوا نکردی؟ نه خره اصلا یارو منو ندی. این مرده رو دیدم نزده اون شلوارم سنگین بشه. داشت حالا اونا هیچی تو چرا خبرم نکردی؟ برو با مدرسه بگینم به زنگ زدیم جواب نمیده. حالا نمیلش کن بگویم تو خونه چی شد؟ هیچی دیگه دیدم خونه خالی حالم گرفته شد. رفتم طبقه بالا ببینم چه خبره. یه دفعه صدا شنیدم اومدم در پلا پایین رو دیدم. دیدم یه لندهور واسه خوش هم اینطوری اومد زیر پلا. ترسیده بودم خوشکم زده بود. نفهمیدم کجا رفته که از سرسه که راه انداخت فهمیدم رفته دستشویی. منم دیدم بهترین فرصته از سالن زدم بیرون رفتم تو حیاط. تو حیاطم که دوچرخه‌شو دیدم فهمیدم خودت من شما دیدین دیگه اومده تو. اینجا بود که
این فکر به کیو کله داشت زن بعدشم فهیه پیرم فهمی راحتی آخ زن چه حالی ازش میگه حالی بود خواستن زنی بزن از 110 میگم زنی نزنم به 110 نه دیگه من نه دیگه وقت گفتم موبایل جا گذاشتم بی خیالش شدن دیگه حواسم بود آقا اصلا یهو نه تو خونه من اصلا این دختره ماندانه کلید گردون گفت بریم تو خونه ها نمیرن اینا جرأتش ندارن خب کجا جلو خونه میخوام ببینم اینا پیداشو میشن آقا یه زنگ بهشون بزن اصلا زایه است به کی فهم یارو دختره دیگه زن کاوه است شماره اون به تو زنگ میزدن شمارش افتاده نه میخواد بابا بیا بی خیال بابا من ازت بدجوری ترسیده بودم بذاری خودتو بترسم من اون تو نترسیده بودم بیا ترسیده بودن و مأمور بدجوری گیر داده بود آقا یه فکری بیا زنگ بزنیم به اینا این ما روح این یاریم که تو این خونه زدین کشتین و ما ازتون انتقام بگیریم این لوسبازی ها درنیم اسکولش میکنیم بعدم دیگه بیام برسونم دم کافی شاپ دیگه نصف شای ماشین گیرمون نمیاد اینجا عمرن اگه موبایل بهشون برگردم یعنی چه خب راستش که بالاخره بهشون بگیم نه ولی چی بگم اصلا معلوم نیست هم دیگه رو ببینیم این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون مرد حساب اینا امشب تا اینجا اومدن فردا شب تا اینجا میارن میان تعطیل قضیه رو در میارن آبرو حیثیتون میره بابا میان چیکار میخوام بکنم فوقش میبینن یارو ساله میفهم بازیشون دیگه چیکار میتونم بکنم خونمونو که نمیدونن کجاست شماره تلفنم کم آخ صاحب موبایلم از دخترمون یک درصد اگه بره تو فون بکشه شمار تلفن باباتو پیدا کنه زنگ بزنه بهش بیچاره این چه سام زودتر بگو خوشحال شدی ای بخوا حل دیگه نه ولی آقا اصلا گیریم اینا نیومدن تا اینجا ولی نه همش بیچاره باید تو هول و بله این باشن که تو این خونه چه اتفاقی افتاده و اینا آقا این نامردیه تو نمیخواد سنگ اونا رو به سینه بزنی به فکر این باش تو موتور بچا پیاده بره سر و عزیز تو مال آره نگیره من همون شانس آوردیم اینم برای همیشه میفرستیمش باورم شیش تومن هم که آبش کنیم با سه تومن چه کارا که نمیشه کرد تو با سه تومن میخوای چیکار کنی؟ حروم بابا آقا یه قرونش هم نمیخوام آقا حلال حروم هم حال سرش میشه بکر اینا خودشون چجوری کیسه هاشونو پر میکنم یه نگاه به دوربر بنده به خود اگر گشتگی اینجا سقط چی کسی توف هم رو نمیدازی حالا کی به فکر من و توه بابام که بابام 45 شهر کنی یارانه همون ببینه میده میگه همون نونه کنار غذا بیشتر 45 شهر میشه خب بالاخره چی شد؟ فردو بیانو زنی میزنی گوشی رو بهشون پس میدی یه موبایل اصلا به شکل تو نمیخوره هر جا دسته ببینم میفهمن دوزی بدبخت میشه فهمیدی؟ تو قصه شما فهم چی آبش کنم آب از آب تکون نخور سمت هم میارم دو دستی بهت مادرم خواب میگم سمت هم میارم دو دستی بهت میدم خیالت راحت ما اصلا نمیفهمی چی میگم نه اصلا هر غلطی میخوای بکنی بکن فقط من شریک خود نکنم اون نفرش 3-4 میلیون پول ما چی میگی نفرش 3-4 میلیون پول مثلا من بدم 1000 دستگاه ریو خداحافظ
الو تو دیوونه ای؟ آقا اصلا تو راست میگی، من دیشب خیلی فکر کردم، موبایل نمیشه آبش کرد، من 3-4 میلیون دردی هم منو تو دوونه میکنه که مرد حسابی. نمیتون گم 3-4 میلیون به درد نمیخوری که بری برای ماشین یارو بدبخت نقشه بکشی؟ تو این نگفتی مادرت این خونه رو دوست داره؟ آقا موضوع من و مادرم به خودمون مربوطه. پیروز گرفتن پول از اونا مثل کندن مایه خرس، اصلا حالشون هم نمیشه. دختره برای شما تلفن نماد حرف میزنم، برای شما تلفن دوست پسراش که تو این سیف کرده از این پول بده به خودم. اصلا چیکار به اون دارم؟ اصلا کاری ندارم. تو از اینو بعدت میاد چون تو پول دارن میگن بلای سرشون بیاری حقشو. نه آقا این نیست. چرت میگی؟ کی میخواد بلا سر کسی بیاره؟ فهم نمیخوام 2 سال اونم تو سربازی هدر بشه، نمیفهمی اینا رو که من تو مادر تو از اینجا میخوای کجا داری؟ گیر دادی ها؟ من دارم میگم این پول میتونه زندگی هر دو تامون رو زیر رو کنه. برای اونا چی؟ یه ماشین انداخن زیر پاشون که 2 روز دیگه دلشون رو میزنه، یا توی جردن انقدر باش بالا پایین میکنن میزنن به در دیوار که 2000 هم نمیارزه. اون داری منطقی حرف میزنیم دیگه. الان شانس در خونمون زده که الان کار کردیم کردیم نکردیم هیچی دمون جا دستمون رفته. چون من بله واسطه باباش دیر میشه. این صبح شد جونه من. آقا برو بیا من چه هم کار برو باش دمت کرد. چی میگی دیگه؟ شب خوابت نبوده نگران بودی، صبح زود از خونه زدی بیرون رفی جلوی در خونه سر و گوش آب بدی دو تا ماشین پلیسی بگو در خونه هم باز. خیلی خوب ساعت برو گفتی بعد شهرش راه بیا بگو مسئول هم از ترس خودش رو گمونگو کرده اصلا معلوم نیست کنیست گرفتی دیگه. مشتاق چرا تلفنتون رو جواب نمیدی خانم؟ بله عرض کردم چرا تلفنتون رو جواب نمیدی؟ به شما هیچ ربطی نداره، سیم کارتو میدی یا بسوزونیمش. دوستم کل شما رو توی سیف کرده. شما بهتر نیست اصلا گوشیو بدی من با شوهرتون صحبت کنم؟ با آقای نجم. دوز رفه قافله چی شده باز پکری؟ خوب خود قبول داری کارم شبیه دوزیه. بابا تموم شد دیگه، فردا پولو میگیریم خلاص. چه خبر؟ بیشتر وقت در چه حالی هم؟ من نیستم. چی؟ من پول رو نمیخوام، تو هم بیخیال شد. چی میگی تو از اون میگی؟ حالیت نی؟ فردا همین موقع پول تو دست نمونه، نصف نصف. یه نفر پیدا کردم کارت پایین خدمت اصل به میده اصل با بقیه سهم هم میرم یه زیر پله اجاره میکنم از سرگردونی در میام. میفهمی اینا رو؟ اینا یعنی زندگی، برو صفا کن. صفا؟ این زندگیه؟ این دوزیه؟ واسه هم خواهد چی کار کنی؟ ما خواستیم یه درس حسابه به 4 تا بچه پولدار علی بیغم بدیم دیگه. دادیم. تازه اونا الان باید بفهم ما اسکلشون کردیم داریم بهشون میخندیم، ندونن که اصلا فایده ای نداره. اینجا خرم ها خوب خوشتان که رازه تو باز کن، هر غلطی میخوای بکنی بکن. ای وای بالت بخوای نقشه منو خراب کنی، موسی کلت رو میکنم. پیروز باید شوخی ندارم. ما خوبای آر شدی تو اصلا مشکل چیه؟ من از اولش ما این کار رو علم کردم. خیلی خوب فردا صبح باشون قرار گذاشتی دیگه ها؟ با تو هم ساعت چند؟ 10. کجا؟
جلو کار باشه. خیلی خوب، تو اصلا نمیخواد بری سر قرار. کاوان فهم کنه تو هم مثل من ترسیدی، خودتو کنار کشیدی. قبول درست؟ بقیه شما من پولو میگیرم میام سهمتم تحویل میدم جلوی در خونت. ها؟ باش. تنها کاری که باید بکنی اینه که بشینی تو خونه تا وقت من نگفتم بیرون نیا. این کارو که میتونی بکنی. بقیه شما من. کاری که من باید میکردم این بود که موتور گیر بیارم. نمیدونستم آخرش چی میشه، اما میدونستم کاری که دارم میکنم درسته. مسعود نشونی یه پلو توی یکی از فرعی‌های جاده برامی به کاوه داده بود. باید پولو میذاشت توی چاله و برای برداشتن موبایل با آدرسی که روی کاغذ نوشته بود میرفت. مسعود تهدید کرده بود که با همکار خیالیش در ارتباط و اگه پول توی چاله نباشه کاوهم نمیتونه موبایلتون آدرس پیدا کنه. مسعود میخواست اینطوری مطمئن بشه کاوه به اندازه کافی از پول فاصله میگیره تا اون بتونه پولو برداره. اما مسعود فکر اینجاشو نکرده بود. الو هیدر، برو به این آدرسی که بهت میگم. به به آقا پیروز. جلو نیا، میکرم حلال حروم برات مهمه. الو کم و زیادش برات. جلو نیا. کسا عشقا نیستی. دزده افتادم به جونم. آخر معرفتیم شما پیروز. شانس آورد این کار کرد. وای به خدا، من همشون ترسیدم تیغش جا نره. ولی من خیالم راحت. چرا؟ آقا رفت. که ما بمیریم یکی واسه ما گریه می‌کنه. چون بابا خدا نکنه. آقا انقدر خوب مرد. رفت سر کار. آقا این ارث بابای منم بده. هدیه بهترین بابای دنیا، بی خطرترین چاقوی دنیا بود. من یه زنگ بزنم به هیدر ببینم این آقا باشه. اما دیگه هیچ کس ردی از هیدر پیدا نکرد.
انگاری اونم با موبایل دود شد و رفت هوا. نامرده دیگه تا یه ماه بتم. یه ماه هم ندیگه میگم. نه بیخود میگی اون یه حد سرش میگم من مردم میگی. وقتی از هم جدا شدیم هیچ قول و قراری با هم نذاشتیم. همه چیز به حالت قبل برگشت. باید اعتراف کنم تو مدتی حال و حوصله چت اومد نداشتم. فکرم پیش ماندانا بود. ما هم یه مهلت 6 ماه گرفتیم و موقتا تو همین خونه موندیم. مادرم امیدوار بود که تو این فاصله قیمت اجاره کمتر باشه. یکی دو بار با کاوه تلفنی صحبت کردم، درگیر مشکلات خودش بود. پدر غزنم بالاخره دلو به دریا زد و داستان مادره رو بهش گفت. من مونده بودم و فکر مسعودی که از ترس یک هفته سر کلش تو محل پیدا نشد، تا اینکه با هزار بدبختی از زیر زبون پدرش کشیدم کجا مخفی شده. راستش اینجا اصلا به مسعودی که دنبال یه زیر پله بود نمیخورد. منم یادم نمیومد که تو پر حرفیاش از یه همچین جایی گفته باشه. مسعود در باز کن پیروزم. آقا مسعود چطوری؟ دعوتم کن بیام تو دیگه. آه اگه شوخی نکردی تو اونا رو گوشتی سر کار، اونا تو رو گوشتن سر کار دیگه، طوری نشده که حالا مال اونا میزد دردش بیشتر بود. این گوشی آنگل نگونی هم کفت رفته. آقا مسعود سعی کردم همه چیزو به شوخی برگزار کنم، اما مسعود هیچ حرکتی نمیکرد، فقط به روبرو خیره شده بود. بابا چرا اینجوری بغ کردی و سکه نمیکنی میافتی خوش میشی؟ یا آقا مگه ما هم رفیق نیستیم اصلا؟ تنها اشتباه همین بود که چاقو رو بهش نشون دادم. آهی ازم بی خطره بی خطره. ببین یه دست میزنی اینجاش خواهشم میزد ده تو. تصور هر چیزی رو میتونستم بکنم جز دیدن اون. جز صفه آقا میشه از این کوچه نریم؟ پیچیدم دیگه خانم، این خیابون مستقیم میخوره به اتوبان، زودتر هم میرسیم. چیکار کنم برگردم؟ نه آقا بریم. ببخش میشه چند لحظه صحبت؟ چیزی جا گذاشتی؟ نه. ترسیده بودن ها؟ من عمرن اگه موبایلو بهشون برگردم میانو یعنی چه قول راستش که بالاخره بهشون بگی؟ نه برای چی بگم؟ اصلا معلوم نیستی هم دیگر ببینم. این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون مرد حسابی. اینا امشب تا اینجا اومدم، فرشام تا اینجا میرم، یه تعریف قضیه رو درمیارم، آبرو استیاتون میره بابا. میام چیکار میخوام بکنم؟ فوقش میبینن یارو سالم میفهمه. ولی نه همش بیچاره باید تو بوله بله باشه که تو میتونه چه اتفاقی افتاده و اینا.
ببخشید آقا میشه بریم؟ شکوفه ما رو دید. من باید از همون اول میفهمیدم که آدم بی استعدادی مثل مسعود نمیتونه همچین نقشه‌ای به فکرش بیاد. بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردی. پولو میدی موبایل پس میگیری، آره یا نه؟ بهت زنگ میزنم. نمیخواستم ماندانا رو اذیت کنم، ولی خب تقصیر خودشه، این همه پول داره حاضر نیست کمک کنه. دیگه فهمیدنش خیلی سخت نبود که چرا شکوفه آخرین کسی بود که قبل از پرت شدن دیدم. شکوفه! وقتی که خوب فکرشو میکنم رفتار همه ما شبیه کاریه که رخ آخر بازی انجام میده. اون دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیده، اون فقط از این بازی که حرکتاش تکراریه خسته شده. مثل معتاد شدن ماندانا، تنفر مسعود از بچه پولدارا، بی‌اعتنایی غزل به پدرش، در افتادن کاوه با برادرش و آمال و آرزوهای شکوفه و دروغهای من که حالا همشون چند تا عکس میشن و میرن تو فیسبوک و وایبر و واتساپ و چند لحظه بعد محو میشن از خاطره ها میرن. به همین سادگی.